هستن، با جناب فرازنده شعر زیبای سعدی رو خوندن، من هم این شعر زیبای حافظ رو میخونم که میفرماید هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما، دوام ما که جز عشق به ایران و عشق به پادشاهش هیچ چیزی افشار نداشت. سپاسگزارم از شما. سپاس از شما آقای دکتر نامدار بقایی یزدی، و جا داره همینجا هم از یادی بکنیم از پدر بزرگوار شما که جانشون توسط جمهوری اسلامی گرفته شد و روان ایشون هم شاد و سرای سرود بهره شما. در پیشگاه آقای دکتر سیاوش اوستا هستیم، اما قبل از اینکه من تریبون رو پیشگاه ایشون تقدیم بکنم لازم میدونم که دوباره یادآوری بکنم این نشست از نشست‌های هفتگی جنبش رنسانس ایرانی هست. ما هر هفته آدینه ها ساعت 20:30 به هنگام ایران این نشست‌های همگانی رو داریم. جستار این نشست‌ها در رابطه با فرهنگ ایران شهری، در رابطه با اقتصاد، در رابطه با مسائل روز و بررسی اندیشه سیاسی ایران شهری هست و این نشست رو جنبش رنسانس ایرانی و جنبش فر کیانی با همکاری هم برای گرامی داشته شادروان دکتر امیر اصلان افشار برپا کردن. در پیشگاه دوستان هستیم و درود بر شما جناب سیاوش اوستا، آقای دکتر سیاوش اوستا. خویان پیشگاه شما. درود بر شما مهربان یار مهندس قبری، درود به همه مهربان یاران. شادمانم که با شما مهربان یاران هستم. از بردی میخوام سخن بگیم که تقریبا میشه گفت از آخرین یادگاران دوران پهلوی بود. هر دو پهلوی، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه، روان شاد 101 ساله شد. ایشون در آبان ماه همین امسال به من خبر دادن. از این خبرها خیلی زیاد میاد در طول این سالیان که فلانی مرد، فلانی مرد، فلانی مرد. من هرگز باورم نمیشه و همیشه سعی میکنم که گوشی رو بردارم و زنگ بزنم. مثلا حتی فردین 2 سال پیش از این که بیمیره اومد که تو دفتر من سوگند یاد کرد که آقا من خودم تهران بودم، ایشون به من زنگ زدن که دکتر اصلان افشار از جهان رفت. من با اندوه بهشون زنگ زدم، شمارش گرفتم، دیدم جواب داد، خیلی شادمان شدم. همین آبان ماه امسال بود. گفت فلانی اوستا شنیدی ما مردیم به ما زنگ میزنی؟ گفتم قربان، نه زنگ زدم تولدتون رو شاد باش بگم. گفت آره اینا شایع کردن که من مردم، من به کوره چشم این پلیدان حاکم بر سرزمین اهورایی 100 سالگی خودم رو عبور میکنم ازش تا چشم اینها از هدر در بیاد. و برحال بسیار سخن گفت و من با شادی اون روز با ایشون بدرود گفتم که بعد از 3 ماه ایشون از جهان رفت. دکتر امیر اصلان افشار یادگار رضا شاه بود چون پدرش سرهنگ رضا شاه بود. ایشون یادگار فرهنگ کهن هزاران ساله ما بود. چرا؟ چون 6 سال دوران ابتدایی خودش رو در مدرسه زرتشتی های تهران گذرونده بود. از نظام، رضا شاه و عرض کنم خدمتتون آموزش در آغوش فرهنگ اوستایی زرتشتی از ایشون یک شخصیتی ساخت که ما میبینیم همونطور که دوستان گفتن که این اندکیست از آنچه بیادگار مانده از دکتر امیر اصلان افشار. مردی بود که واقعا جهان بهش افتخار میکرد. دوستان اشاره کردن به این که ایشون رئیس شورای عالی حکام سازمان جهانی انرژی اتمی شد. خوبه که به شما هدیه بدم و بگم چطور شد که شد. وقتی که محمد رضا شاه تصمیم گرفت این کار بشه با اکثر سران جهان تماس گرفت چون نقش مهمی داشت در اوپک، در بالا بردن قیمت نفت و جنگی که راه افتاد و غیره، با همه تماس گرفته بود و قطعیت یافته بود که اکثریت آرا به ایران تعلق خواهد گرفت و نماینده ایران خواهد برنده شد برای این کار. دکتر امیر اصلان افشار به من میگفت که نمیدونم حالا 1 روز مونده 2 روز مونده به جلسه انتخابات، میگه یک هیئتی از کشورهای عربی اومدن پیش من، دیدن من، و گفتن آقا این قضیه مال 2 ساله، ما به تو رأی نمیدیم و شما رأی نمیاری، بهتر اینه که
بکشی خودت کنار، اصلا شرکت نکن. میگه من ناراحت شدم و سریع یک تلگرام به محمد رضا شاه زدم. میگه مستقیم به محمد رضا شاه زدم، نه به وزارت خارجه و نه به به شاهنشاه تلگرام زدم قربان اینا میشم اومدن به من اینو میگن. به خاطر دارم مسیج شاهنشاه محمد رضا شاه در سفر بود. بعد پاسخ تلگرام امیر اصلان افشار رو میده، میگه جوان میری به جنگ، اگر شکست خوردی ایرادی نداره، ولی خودت تسلیم نمی کنی. میگه این خبره که تلگرام شاه رسید، من فردا در سرفرازانه در انتخابات شرکت کردم و دیدم که از 54 کشور جهان 52 تا به ایران رأی دادن. 52 تا. میگه نگاه کردم چپ و راست خودم عراق بود و بحرین. میگه نگاه کردم به رأیی که مینداختن، دیدم هر دو تاشون به من رأی دادن، تعجب کردم. و بعد میگه جدا از این که همه اعراب به من رأی دادن و به مصر رأی ندادن، فقط دو کشور بودن که یکی روسیه و یکی کویت که به مصر رأی دادن. جالبه بهتون بگم که روسیه، ایشون خیلی خوب دکتر امیر اصلان افشار افشا میکنه این قضیه رو در خاطرات خودش، گفته بود بارها به من، به من ایشون سالهای 1990 بود وقتی که من مقالاتی در رابطه با فریبکار بزرگ شارلاتان غرب علی شریعتی در نیمروز می نوشتم که بعد از اون کتاب شد، بعد از اون ایشون یه بار به من زنگ زد گفت این مقالات در مورد علی شریعتی خیلی جالبه، من میخوام دو سه تا اطلاعات بدم. گفتم بفرمایید. گفت یکیش این که این جریان سرخ و سیاهی که پادشاه گفت و مارکسیستای اسلامی، مشخصا علی شریعتی و اون گروه های نظامی بودن و چند تا آخوند، و بعد شاه دستور داده که این مراجع تقلید الدنگ اگر فتوا ندن و این شریعتی رو مارکسیست نخونن حقوقاشون از وزارت اوقاف قطع میشه. و جالبه که اینها آخوندها تمام مراجع تقلید فتوا دادن علیه علی شریعتی، ولی شوربختانه میگه در من دیدم که مهندس قنبری یک تصویری از امیر اصلان افشار رو داشت توی آرشیوی که الان داری پخش میکنه، چون میدیدیم ما اونا رو. مهندس یک فیلم دو سه دقیقه هست، مثل اینکه اونجا خود امیر اصلان افشار میگه که ایشون اسم آدوار میبره، من منصبشون میگم، دو تا آدم که یکیشون نماینده اتحاد جماهیر شوروی بود، جاسوس اتحاد جماهیر شوروی است، اسنادش در ایران بعد هست الان منتشر نگرده، و دیگری جاسوس کشورهای اسلامی است، الان هم داره برای مسلمان ها کار میکنه، الان هم داره یارو برای رژیم جمهوری اسلامی کار میکنه. این دو نفر بودند که شوربختانه اینها اون پیام رو دادن به شاه. و اینو میخواستم بگم در رابطه با روسیه، وقتی شاه میره به آلمان که دکتر امیر اصلان افشار نقش مهمی داره درباره پذیرایی از ایشون در اونجا، برلن میبرن ایشونو و امیر اصلان افشار میگه من گفتم قربان برلن نریم، میگه شده بریم، رفتیم. میگه وقتی رفتیم اونجا تظاهرات بزرگی کنفدراسیون کمونیستا مارکسیستا حزب توده یا تمام نیروهای چپ مپیلا راه انداخته بودن با پول نفت عرب، و بعد میگه یک نفر دانشجو کشته شد، علم شنگر افتاد. این مهمه. دکتر امیر اصلان افشار میگه بعدن تحقیق شد دیدون نفری که دانشجو که در تظاهرات کشته شده توسط یک پلیسی کشته شده که پلیس مال آلمان شرقی بوده و در آلمان غربی هم کار میکرده، و خودش اعتراف کرد که بهش گفته بودن بکشین تا جنجال را بیفته. من بیش از این وقت مهمانیاران رو نمیگیرم، دستان گرم همه شما رو میفشارم و درود دارم به روان پاک آخرین جنرال، آخرین فرمانده از دوران رضا شاه تا محمد رضا شاه، نازنین مهربان دکتر امیر اصلان افشار. سپاسگزارم از شما آقای دکتر سیاوش اوستا. اشاره کردید به یکی از این کلیپ ها، امیدوارم اینترنت یاری بکنه این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم دوستان. بودن که یه پیامی تهیه بشه، ولی که همون شب همون صبح یه موقع دیگه نبود، داتی گذشت و خبری از پیام نبود. خبر که از پیام نبود علازت منو خواستن، گفتم پس این پیام کجاست؟ بیاد اینجا. من باید آخه یه دفعه دیگه قبلا اینو بخونم قبل از اینی که میخوام صحبت کنم که دقیقا من توپق نزنم در موقع خوندم. من گفتم تحقیق میکنم، حالا تحقیق کردم آمدم گفتم علازت پیام آوردن آقای حسین نصر، زد حسین نصر و آقای رضا قطبی این پیام آوردن. وقتی آمدن تو دفتر من نشستن، رفتم گفتم که پیام آمدن، پیام حاضر علازت. خب
منتظر بودیم که منم رفتم پشت میز نشستم، منتظر بودم علازت احضار بکنن این آقایون رو که پیامو ببرن ببرن به علازت و علازت هم شاید مطالعه بکنه. در این موقع در باز شد، چیزی که هیچ وقت سابقه نداشته، علازت اومدن تو اتاق ما، علازت که من برم اونجا، اومدن تو اتاق و من پشت میز که نشسته بودم بلند شدم. وقتی بلند شدم علازت گفتن نه خیر بشین بشین بشین، و بعد خودشون روی صندلی روبروی من نشستن، ببخشید درست مثل یک ارباب رجوع که کار داشته باشه با یک کسی اونجا نشسته بودن، و گفتم پیام کو. بعد آقای قطبی پیام رو دادن به علازت و علازت پیام رو خوندن و بعد با بی‌اعتنایی تمام پیام رو پرت کردن جلو من و گفتن من نباید این حرفا رو بزنم. بعد آقای سید حسین نصر و آقای قطبی با هم دیگه تقریبا گفتن که علازت فکر ما میکنیم که باید علازت این مطالب رو بفرماین، برای اینکه علازت باید خودشون الان در ردیف مردم بذارن، یه چیزی که مردم میپسندن اون کار رو علازت انجام بدن و اینطور. بعد علازت خیلی عصبانی شدن و از اتاق رفتن بیرون، پیامم گذاشت اونجا. بعد من دیدم که دیگه چطور میشه، پس پیام اینجا مونده، علازت هم عصبانی شدن و رفتن و این آقایون هم این جواب رو علازت به این ترتیب دادن. و بعد علازت من رو خواستن، رفتم گفت فرمودن پیام کو، و بعد من پیام رو بردم بهشون دادم و متاسفانه علازت پیام رو خوندن و مکی نوشته بودن. هر وقت خواستشون خواهش میکنم. ملت عزیز ایران، بعد در مراکش علازت پرسیدم چه عجله ای بودش که شما علازت در همون روز این نطق رو بکنید، و نطق رو بایستی این آقایون یه جور دیگه می نوشتن، بنویسن که من این همه خدمت کردم، این همه کار کردم، زنها رو آزاد کردم، مملکت رو آباد کردم، کارگرها رو با سهم با سهام دخالت دادم، دانشجو این همه کار در این مملکت شده، یک کدوم از این کارها رو آقایون شما اسم نبرده بودید، ولی فقط گفتین من معذرت میخوام، من قرار اشتباه کردم، اشتباهات دیگه تکرار نخواهد شد، یک دولت آزاد سر کار خواهد اومد و آزادی. پس معلومه چی نبوده علازت آخه؟ بعد از گفتش که خیلی خوب خیلی خوب خیلی همینطور از اون خیلی خوب دیگه، خیلی متاسفانه خیلی خیلی عجله در این کار شد، متاسفانه عجله شد در این کار.